برابکس سلام. برابکس سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و حساب قبل با پای انرژی باشید. صبحانه طباطبایی هستم، مدرس تکنیک‌های مختلف نقاشی. به کانال من خیلی 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 خوش اومدید. تو این جلسه آموزشی می‌خوایم با هم یه سیب خوردنی خیلی باحال کار بکنیم، یه سیبی که واقعا سیب باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی یه حالت واقعی. می‌خوایم نقاشی خیلی باحال یاد بگیریم. نمی‌خوام خیلی وقتتون رو بگیرم، بریم واردش بشیم، خودتون متوجه منظورم خیلی بهتر میشید. اما قبل از اینکه شروع بکنیم، آیده اینستا صبحانه طباطبایی، آیده یوتیوب آرت صبحان، نقاشی هم که نوشتم واسهتون سیب رنگی. سابسکرایب یاد نره، ببین پای من اسمو نوشتم، سابسکرایب کن تو رو قرآن، هوای ما رو داشته باش، مرام بذار، معرفت بذار، ما هم انرژی بگیریم و آموزشای باحالتری درست بکنیم. دستتون درد نکنه، وقتتون رو نمیگیرم، برو بریم تو کار آموزش. خب ببین، برای کار کردن این حالا سیبی که من میخوام کار بکنم براتون، من اول میام یه دایره اینجوری میکشم. به این حالت این شد دایره من. به حالا من این قسمت اینجوری یه خط میکشم، تقریبا میشه ببین یک دو و یا مثلا چهار قسمت رو تقسیمش کنیم، اینجوری میشه چهار قسمت اینجوری. به حالا ما این قسمت بالاش تقریبا هم مرکز، یا خواستی مرکز هم پیدا کنیم خیلی راحت دیگه، اینجوری اینو میکشیم و به همین راحتی کارمون جمع میشه. اینجوری میکشیم، اینم که حالا شاخه سیبمون هستش که تو چقدر بیاریم بالا تا اینجا هم مثلا بیاریم بالا، اوکی کافی، اینو میاریم بالا. و بعدش حالا میاییم از توی این دایره آروم آروم فرم سیبمون رو خارج میکنیم. اینم تا اینجا میاد، تا این بخش میاد پایین، اینم تا اینجا میاد پایین و الان این سیب نازنین ما آماده است. سیبمونه که داریم، حالا استارت کارمون رو میزنیم. ببین من حالا میام اولش از این مارک دایناسور فکر میکنم میشه که حالا ازش استفاده میخوام بکنم، من ازش استفاده میکنم. ولی قبل از اینکه کارم رو شروع بکنم، بهتره که این زیرا رو همه رو پاک کنم دیگه، اینا نباشه به نظر من با حالتر حقیقتا. اینا رو قشنگ پاک میکنیم تا این قسمت. و حالا میام از رنگ سبز روشنم استفاده میکنم و یه زیرسازی کلی انجام میدم. دیگه من مارکای خیلی مختلف و زیادی دارم توی جبه مداد رنگی. دیگه مثلا یک کنی مارک رو نگاه کن، این دایناسوره، عرضم به حضورت این پیکاسوه، این مثلا پولیکرومه، این فابر کستله، این فکتیسه، اینم پولیکروم، پیکاسو، این کویلو، این عادل و اینم که استدلر و دیگه همین. ببین مثلا اینا رو الان دارم، همه اینو میخوام استفاده بکنم حالا به صورت ترکیبی. ببین اینا همه مارکا، یکی مارکا خوبیه، مثلا تو میتونی استفاده بکنی از هر کدومی که دوست داشتی، اما خب بهترینش میشه گفت این دوتاست که هیچی. بعد از اینا این فابر کستلا خوبه که مطمئنن میدونستی خودتم. چه جالب، ها نه این هم هستش. بیا این دوتا فابر کستلمونه، این کویلوی که هم یه دونه است، دایناسور و پیکاسو و اینا به اندازه داشتیم. آقا برای حالا با خیلی این قضیه اصلا کلن کاری نداریم، اینا رو میذاریم کنار. من شروع میکنم به رنگ آموزی کردن، نرم و ملایم کلش رو زیرسازی میکنم، خیلی خوشتیپ خوشگل باحال. تا اینجاها قشنگ میام همینجوری یه دست رنگ میکنم، یه دست خوشگل و زیبا. اینجاها همینطور، و ببین همونطور که الان میبینی یه رنگ سبز خیلی ملایم و کمرنگ روی کار من الان وجود داره. ما حالا چیکار باید بکنیم؟ ببین من باید یه ذره به کارم همچنین بود بدم، یه ذره کارم رو خوشگلتر بکنم، خوشتیپتر بکنم.
میام مثلا یه رنگ دیگه میدارم یا باز بر میدارم به این مثلا این خوبه، این رنگ خوبیه، ازش میتونم استفاده کنم. اینم خوبه. بچه ها فقط یه چیز بگم، این مدرنگی به شدت نایابیه. اینو من از آمریکا برام آورده بودن و مارکشم کاریزما کالره. حالا اگه پیدا کردین که بگیرید، ولی پیدا نکردین خیلی مهمه، میتونید مارکای دیگه استفاده بکنید، ولی خلاصه در جریان باشید. این مارکش کاریزما کالره اینا. حالا من اینجاها رو قشنگ رنگ میکنم، رنگش هم خیلی چرب و باحال، خیلی رنگ قوی داره. اینجاها رو من قشنگ یه دست میام رنگ آموزیش رو انجام میدم، تا اینجاها میام پایین. میبینی یک کوچولو قشنگ فور میگیره نقاشی من، چه خوشگل و باحال داره میشه. کنترل دست انجام دادم و یواش یواش داره جذاب میشه. اینجا هم باز به همین شکل، همین شکل و همین حالت. اینجا هم مشخص میکنیم. تا اینجا ها خیلی خوشگل و باحال. بعد این قسمت چه حالتی نور افتادگی من میخوام ایجاد بکنم توی کارم. تا اینجاها قشنگ رنگ آموزیش رو انجام میدم، اینجاها رو میام همینجوری میام پایین. به اینجا که رسیدم مثلا ببین اینجا رو روشن میذارم بمونه. بعد حالا نگاه کن یه مرز خیلی عجیب غریب بین این دوتا افتاده. ما باید چیکار کنیم؟ باید ببین دوباره همون رنگ قبلی اونو برداریم، این بار با یکم زور بیشتر توی این بخش بزنیم. و حالا من میام روی این خط قدیده که دوباره اینجا انداختم، دوباره میام یه ذره کار میکنم، رنگ سبز پررنگتر هم رو میزنم، لایه لایه دارم رنگ ها رو میارم جلو. توی انیمیشن شرک میگفتش که آره من مثلا مثل پیاز میمونم لایه لایه هم. دقیقا نه همون داستانه، ما لایه لایه و بیایم جلو و این رنگمون رو در بیاریم. حالا من مثلا میام دوباره از یه لول پررنگتر می رنگیم استفاده میکنم. میبینی محله که میگم اینه، قضیه از این قراره. بعد دوباره حالا یه سبز پررنگتر، به این حالت ما میایم اجرا میکنیم. این از این، این هم فقط حواسمون باید باشه چوبمونو. بعد دوباره من اینجا چه رنگی زدم؟ آها کاریزما کالرم رو زدم، میام دوباره میزنم همینجا هم. اینجوری مرحله مرحله که داریم میریم جلو خیلی کارم داره خوشگل میشه. تا اینجا ها قشنگ یه دست میزنم. بابا ببین من چی کار دارم میکنم، خدا وکیلیش. ببین خیلی کار ساده ایه ها، ولی در مجموع اگه شما وقت نذاری و تمرین نکنه خیلی فایده ای نداره ها. اینا بهت بگم مثلا سعی نکن فقط نگاه بکنی بگی بابا این کاری نداره که، بابا ما میام درنگ لایه لایه روی هم میزنم و تمام شده رفت. نه اصلا همچین چیزی نیست، تا دست به قلم نشی فایده نداره. اینجاها قشنگ یه دست خوشگل ترتمیز اینجوری میزنم. دیدی چقدر ساده و سری. حالا واسه اینکه یه ذره رنگ آمیزیم خوشگل تر حداقل بشه، من اینجاها این نقطه سفیده رو میبینی، هر چقدر کمتر باشه بهتره. من حالا بازم بگم ببین این مقوایی که من دارم روش کار میکنم مقوای اشتنباخ 155 گرم هستش که حالا 90% لوازم هنری ها دارن، اگر نداشته باشن دیگه میتونم مقوا فابریانو شما استفاده بکنید. مقوا فابریانو 160 گرم. ولی مقوا فابریانو یه بدی که نسبت به مقوای اشتنباخ داره اینه که دوندونای زیادی داره، یه ذره گوله گوله است و خیلی خوب نیست. واسه همین حتما سعی کنم مقوای اشتنباخ واسه این کار استفاده کنی، کاری هم نداره تا یه کردنش میری سر خیابون میگی.
اگرم خواستی رو کاغذ معمولی کار بکنی، رو کاغذ معمولی بدی که داره اینه که لایه لایه شما نمیتونی رنگا رو هم دیگه سوار بکنی، فقط میتونی مثلا 3 4 تا لایه رو هم دیگه سوار کنی، ولی رو مقوای اشتماق، رو مقوای فابریانو تا 17 18 تا لایه هم حتی میتونی رو هم دیگه سوار بکنی اگه حالا مدرنگی جنسش خوب باشه. به جنس مدرنگی هم خیلی بستگی داره ها، گفتم اگه دارید استفاده میکنین از این مارکایی که حالا من دارم استفاده میکنم شما هم ترجیحاً استفاده کنین که جنس خوبی داشته باشن و خیالتون راحت باشه از جنس مدرنگیتون. حالا الان یه چیزی من بهتون بگم، الان اینو نگاه کنین، شما اینجا نگاه کنین ببینین چقدر سرد و بیروحه. من باید چیکار کنم؟ باید روش قشنگ کار کنم، خوشگلش کنم، وقت بذارم واسش. حالا من اینجاها رو میام قشنگ روش کار میکنم، اینجاها رو میام تا بالا، اینجوری ریز ریز کار میکنم. از جهت‌های مختلف هم سعی کن بزنیم که قشنگ محو بشه. دیدی چقدر خوشگل داره میشه، چقدر باحال داره میشه. و حالا من میخوام این حالت کروی شکل بودن و این گرد بودن سیبم رو نشون بدم، چیکار باید بکنم؟ باید بیام اینجا هم یه ذره کار کنم دیگه، مثلا اینجا یه ذره اگه حالا ما بخوایم خوشگلش بکنیم، یه ذره واقعیش بکنیم، اینجا رو یه ذره باید سبز تیره تر بزنیم. فقط من این نکته هم باز بگم، اینو یادم رفت بهتون بگم، اگه طراحیتون ضعیفه رو طراحیتون بیشتر کار کنین تا روی تکنیک مدرنگی ها، حواستون باشه. حالا من سعی می‌کنم که هر مدل آموزشی که حالا به کار شما میاد و دوست دارید رو براتون بذارم، ولی در مجموع طراحی خیلی مهمه. که حالا من طراحی هم تو کانالم آموزش دارم، میتونید از آموزش‌های طراحی من هم استفاده ببرید. حالا میتونید همه طراحی ساده استفاده بکنید، همه طراحی پیچیده استفاده بکنید، که اون دیگه کاملا دست خودتونه. این هم تا اینجاها. من میام و عشان کار میکنم. میرم اینجوری. خب بعد حالا مثلا میتونیم یه تا اینجا هم یه ذره روش کار کنیم، سبز اینجا هم یه ذره زمان بذاریم واسش. نمیشه که ما کلش رو رنگ کنیم این قسمتش رو رنگ نکنیم. این قسمت قسمت فوق العاده مهمیه ها، چون اگه این قسمت ما رنگ آموزیش رو انجام ندیم اینجاها خیلی خوب با کیفیت نمیشه. این سبز سبز فوق العاده مهمیه که من حتی دو تا هم داشتم، چه باحال، جفتش هم مارک پیکاسو، جفتشو دارم دیگه، حالا هر کدوم دوست دارم استفاده میکنم. بعدا کدوم کوتاه‌تره؟ این کوتاه‌تره، پس از این استفاده نکنیم، از این استفاده کنیم. خب حالا من میام اینجا یک کوچولو نرم و ملایم رو اینجاها میزنم. این سبز سبز حالا لجنی بهش میگن، سبز چرک بهش میگن، سبز تیره بهش میگن، شما هر چی دوست داشتی صداش کن. میتونی اصلا واسش اسمم بذاری، مثلا اسمشو بذار چه میدونم، اسمشو بذار انگزی. حالا هر چی دوست داری میتونی اسمشو بذاری. اینجاها رو ما اینجوری کار میکنیم تا اینجاها میایم پایین. اینجوری اینجوری یواش یواش کامل میکنیم سیبمونو. میبینی یه سیب ساده چقدر زمان میبره و چقدر وقت ما بواسش بذاریم. الان شما هلوشو بکنم 12-13 دقیقه، یک رو بداریم ما کار میکنیم و خب هنوز هم کار داره کار ما. اینجا هم باز به همین شکل اینجوری آروم 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 کار میکنی. بعد نگاه کن اینجا چون گرده، من حتی گرد سایم رو میزنم، چقدر جالب. اینجا همینطور، اینجا هم همینطور، هم
میگم اینجاها یه ذره تیره تر بشه که این حالت قوسی شکل بودنه نشون میده بشه، یعنی انگار اینجا نور خورده اینجا تیرگی داریم ما. یا همینجوری تیکه به تیکه و آروم آروم من کار میکنم. این از این. حالا ببینیم، حالا بعدم نگاه میکنم الان رنگ قهوه‌ای مثلا تیره من یه ذره بهش احتیاج دارم، رنگ قهوه‌ای که ما بهش احتیاج داریم و لازمه که ازش استفاده بکنیم، بذارم تو جعبه رنگم دارم یا ندارم دم دست. حالا میتونیم فعلا از این هم استفاده بکنیم، اوکی، همین قهوه پولیکرومی که دارم اوکیه، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. نرم ملایم آروم آروم اینجاها رو من کار بکنم. به این شکل. فقط بچه ها رنگ تیره رو که خواستین رو کارتون بذارین خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدین که زیاد تیره نشه. مثلا من همین قهوه‌ای رو اگه با زور دست زیاد بزنم به رنگ سبزم غالب میشه و کارم خودش خوب نشون نمیده. و حالا مثلا این شاخش هم بذاریم یه رنگی بکنیم، مثلا رنگ آمیزی شاخش اینجوری تا اینجا من میام. بعد یه قهوه‌ای روشن من اینجا دارم، بذار همین استفاده بکنم فعلا. این قهوه‌ای رو ما اصلا واسه این زیرش میزنیم که یه رنگی بگیره. حالا دوباره این گوشه هاشو من میام اینجوری رنگ میکنم. در نهایت هم میام با استفاده از رنگ مشکی یه ذره اینجاها رو اینجوری کار میکنم. بعد همین اینجا که بود ما رنگ سبز زدیم قبلش، اینجا من یه رنگ قهوه‌ای بزنم، قهوه‌ای پر رنگ. اینجا هم باز همینطور تا اینجا هم قشنگ میزنم. و حالا بعدش بیام سراغ رنگ مشکی. با رنگ مشکی من اینجا رو الان اینجوری تیره میکنم، بعد دوباره اینجاها یه ذره رنگ مشکی میره به سمت بالا تا این حد، اینجا هم باز تا همین حد ما کار میکنیم و میبریمش بالا. بعد حالا این قسمت یه ذره تیرگیش به نظرم بیشتر بشه، من میام از همین سبزی که داشتم استفاده میکنم و به همین شکل اینجاها رو کار میکنم. بعد حالا یه نموده رنگ سبز تیره تر دوباره به اینجا من اضافه میکنم. تا اینجا. بعد این سایه این اگه اینجا بیفته خیلی جذاب میشه، یه حالت کجکی سایه این شاخه افتاده روی خود سیبه. دیدید چقدر باحال شد، چقدر ساده، چقدر قشنگ ما تونستیم حالتش رو ایجاد کنیم. اینم از این. حالا من دوباره کوچولو بیام رو سایه های این بر کار بکنم. سبز همین تیره خوب بود، خیلی سبز خوبی بودش، من ازش استفاده کنم. بیام اینجاها رو رنگش رو بزنم، این تیرگی قشنگ جا بیفته اینجا. تا این قسمت. بعد دیگه یک کوچولو میتونم از این سبزم رو بزنم. بعد اینجوری میتونیم ما مثلا حالت گرد گرد هم کار کنیم. اینجا ها همینطوره، هنوز کار داریم.
امیدوارم خسته نشده باشی و از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشی. به نظرم کار باحالی میشه، ولی حالا این یه بخش خیلی کوچیکی از تکنیک بدرنگی. حالا اگه دوست داشتین توی قسمت کامنت ها واسه من نظرتون رو بنویسین که دوست دارید بازم من از این آموزش های واسه تکنیک بدرنگی تولید بکنم یا نه، یا مثلا چیزی که دوست دارید رو بگید توی کامنت ها، من حتما بهش رسیدگی میکنم. اینجا هم همینطور ما اینجوری میایم به سمت بالا، اینجا ها بازه همینطور. ولی خب یه خبر خوشی که باید بهتون بدم اینه که تقریبا میشه گفت که کارمون آخرش. حالا یه مقداری اینجا ها من با زور دست کم رنگ مشکی رو به کارم اضافه میکنم. می‌بینی اینجا ها رو چقدر خوشگل داره میشه، یه کوچولو فرنگ تیره دارم بهش اضافه میکنم و خیلی باحال داره میشه، انصافا داره فرم میگیره کارم. اینجا ها نرم ملایم، حواسه به رنگ آمیزی دست منم باشه که چجور دارم رنگ آمو میزنم. اینجا ها همینجوری بازی بازی مثلا این تیره گیر رو میتونیم حتی تا اینجا هم بیاریم. این از این. و حالا اینجا رو ما یه ذره تیرگیشو بیشتر میکنیم که مثلا سایه‌ای که روی زمین هم افتاده رو ما بتونیم ایجاد کنیم. بعد اینجا حالا سایهش ببینید چون خودش سبزه، ما سایهش هم با یه رنگ تیره داشته باشیم با رنگ سبز ترکیب بشه. مثلا این الان خوبه تا این حد. یه کوچولو از این سبز تیرمون هم استفاده بکنیم با هم قشنگ ترکیبشون کنیم. این از این. حالا مشکی ببین زور دستم یه جوری باشه که با هم قشنگ ترکیب بشه ها. مثلا زور دست من اگه واسه هر رنگی که دارم میزنم خیلی زیاد باشه، رنگم دیگه رو یکی خوب سوار نمیشه. علتش هم خیلی واضحه، چون رنگ جنسش حالت چرب داره، حالت روغنی هستش، سر همین یه خیلی خوب سوار نمیشه و حالا دیگه بیا درستش کن. دیگه اصلا درست بشه نیستش لامصب. اینم تا اینجا من گرد گرد میام پایین، فرم سیبه هم همزمان اینجوری درست میشه. اینم از این. حالا ما در نهایت میایم از رنگ این سبز جنس خوبی که داشتیم، همون کاریزما کالر میتونیم استفاده کنیم. اینجاها رو بیاییم قشنگ اینجوری کاملش کنیم. بعد اینجا رو یه حالت سایه افتاده، من اینجا اگه دوباره روش رنگ سبز رو که بزنم خیلی جذابتر و راحت تر میشه. بعد واسه این قسمت میتونیم از رنگ لیمویی هم استفاده کنیم. رنگ لیمویی کار ما رو یک کوچولو گرمتر میکنه و باعث میشه که این نوری که اینجا افتاده خودشو بهتر نشون بده، خودشو واقعی تر نشون بده. اینم از این. دیگه خیلی کار خاصی نداریم. حالا از اینجا به بعدش دیگه هر چقدر وقت بذاریم واسه خودمون دیگه وقت گذاشتیم، یعنی عشقی دلی اینجوری که حالا خودمون دوست داشتیم نقاشیمون بشه دیگه وقت گذاشتیم. مثلا میخوایم نقاشیمون یه ذره طبیعی تر بشه، باشه اوکیه، میام روش بیشتر وقت میذاریم. میخوایم نه طبیعی تر هم نشه اصلا، در همین حد هم بمونه، همین حد رو نگه دیگه میداریم، یه خیلی اتفاقی نمیفته. میگم از این نظر دیگه کاملا برمیگرده به خودمون و دست خودمونه که چقدر واسهش دیگه بخوایم وقت بذاریم. مثلا تا حتی اینجا هم یه ذره باز کار کنم،
تا اینجاها اینجا فقط زور دست ملایم ها، حواست باشه زیادی زور نزنی خرابش کنی تو رو قرآن ها. میگم تا اینجا ها. اینجا ها قشنگ رنگ بخوره و میتونی باز از جهت مختلف روش رنگمون رو بزنیم. اینجا هم یه ذره میتونیم باز تیره ترش کنیم یک کوچولو. من از رنگ مشکیم اینجا هم استفاده بکنم هم جذاب تر میشه خودش. حالا اینجا هم همینطور تا اینجا ها به همین شکل. دیگه چقدر خوشگل و قشنگ شد. میتونستیم خیلی راحت یه سیب رو کار بکنیم با در واقع کدوم رنگ همون شد؟ در واقع شد این رنگ شماره 366. این رنگ 363 دیگه. این رنگ 357 قهوه‌ای رو داشتیم. که شمارش 283 بعد دیگه عرضم به حضورتون این پیکاسو رو داشتیم که این حالا شمارش معلوم نیست متاسفانه شماره نداره. ولی خب این کاریزما کالرم اگه حالا بخوایم بذاریم اینجا این هم میشه شماره 913. حالا ما این هم رنگش رو باز میزنیم دیگه. حالا این رنگ طبق هر شماره ای که داشتید حالا طبق هر چیزی که بود میتونید استفاده کنید. ما از این 6 هفته رنگ توی این کار استفاده کردیم و بریم ببینیم چیکار میکنیم دیگه. اگه دوست داشتید میتونید خط اضافهش رو هم اینجوری حتی پاک کنید. آقا عجب سیبی شد، عجب سیبی شد خدا وکیلی. به قول احمد زاغی خدا وکیلی تو منو امتحان کن ببین چه سیبی شد. من که راضیم، راضیم به رضای تو. اینا هم که رنگایی که ازش استفاده کردیم، سیب همچین گرد و قلمبه. خیلی هم وقت نگرفت خدا وکیلی، دارم نگاه میکنم شب مثلا روش 20-25 دقیقه شد دیگه. ولی حالا اگه بخوای حرفه‌ای تر کار بکنی زمان بیشتر میبره. اینجوری نیستش که مثلا همه نقاشی مداد رنگی اینقدر زمان ببره، نه خیلی دنیای گسترده‌ای داره نقاشی با مداد رنگی و واقعا پیچیدگی‌های زیادی داره که حالا باز توی جلسات بعدی کلی آموزش باحال‌تر و حرفه‌ای‌تر قرار با هم ببینیم. دوست خوب من، بازم از همین تریبون میخوام ازت تشکر کنم که زحمت کشیدی منو دنبال کردی.